پس از آنکه رهبر معنوی طالبان با ضربه های چاقوی مردانی در خانه‌اش در شهر راولپندی پاکستان کشته شد، اکنون نگرانی ها از تأثیرات مرگ وی بر روند صلح بیشتر شده است. شماری از آگاهان از تأثیر مستقیم مرگ وی بر فعالیت های طالبان سخن می گویند، اما شمار دیگری از آگاهان به این باور هستند که مرگ وی هیچ تأثیری بر روند صلح و فعالیت های گروه طالبان نخواهد داشت. اگر مدرسه چه مولانا در حقه محتمم بود، اگر مدرسه دی جنگون و عامل کنل کیده، زکر چه دیر دی طالبان و مشران در حقه مدرسه نفارق شد. خو خبر پدی که ده چه اوز چه ده مرسوه ده اگر مدرسه هم لمن زدی کنه. مدرسه ده پاکستان جوریدون اورس ده پا پاکستان که ده مدرسه اوز همشته ده در روز پوری. او د دین ورسته به هم بی. مولانا سمیع الحق در دهه 80 و 90 میلادی در دو دوری که عضو مجلس سنای کشورش بود همواره ضد دولت‌های افغانستان شعار می‌داد و از جنگ‌ها در برابر این دولت‌ها پشتیبانی می‌کرد. به همین علت است که اکنون ریاست اجراییه از نتایج مرگ وی خوشبین است. کشته شدن اینا قطعاً برای ضربه زدن برای جریان‌های تروریستی و برای جریان‌های افراطی یک پیام بسیار روشن داره، اونایی که علیه مردم، علیه صلح و امنیت منطقه، به خصوص علیه برهم زدن نظم و امنیت در افغانستان و در امر کشتار مردم افغانستان از هیچ نوع تلاش دریغ نمی‌کنه. این در حالی است که رهبر شورای علمای پاکستان در گفتگو با یکی از رسانه‌های این کشور گفته است که پس از مرگ سمیع الحق جنگ در افغانستان شدت خواهد یافت و نیز به مولانا سمیع الحق لقب شهید جهاد را داده است. این اشتباه بزرگ است که گویا با کشته شدن مولانا سمیع الحق جهاد در افغانستان پایان خواهد یافت. قسم به خدا است که این شهادت به جهاد در افغانستان آنقدر توانایی خواهد بخشید که باطل جلوه آن را نخواهند گرفت. در این میان پس از پخش خبر مرگ مولانا سمیع الحق، طالبان در خبرنامه‌ای از کشته شدن مولانا سمیع الحق ابراز ناراحتی می‌کنند و مرگ او را ضایعه جبران ناپذیر برای پاکستان می‌دانند. بر بنیاد اطلاعات مولانا سمیع الحق در هنگام مرگ 81 ساله بود. با این حال تا کنون کسی و یا گروهی به گونه رسمی مسئولیت قتل سمیع الحق را نپذیرفته است.